هجدهمین روز مهر ماه برابر با 10 اکتبر، سال 899 خورشیدی برابر با 1520 میلادی، در گذشت سانتی رافائل، نقاش و معمار ایتالیایی که در نزدیکی شهر فلورانس به دنیا آمد و در ابتدا نقاشی را نزد پدرش آموخت و سپس از استادان زمان خود بهره گرفت. وی در جوانی راهی روم شد و پس از چندی در واتیکان بزرگترین و بهترین نقاشی های خود را خلق نمود. رافائل در واتیکان به ریاست معماران و سرپرستی ساختمان ها و بناهای مذهبی دست یافت و در تزیین واتیکان تلاش زیادی از خود نشان داد. هنر او از تعادل و هماهنگی کلیه کیفیت های هنری تشکیل شده بود. نقاشی کامل، حالت جاندار و دلپذیر رنگ ها، صحت و درستی حرکات، هماهنگی با شکوه خطوط و ظرافت و دلپذیری رنگ ها، همه حکایت از نبوغ بزرگ هنری رافائل به شمار می روند. سال 1180 خورشیدی برابر با 1801 میلادی، در گذشت فردریش لئوپولد فون هاردنبرگ با نام مستعار نوالیس، ادیب معروف آلمانی که در خانواده ای اصیل به دنیا آمد و در جریان تحصیلات دانشگاهی خود با اساتید ادب و فلسفه زمان خود آشنایی یافت و از آنان تأثیر فراوانی پذیرفت. نوالیس پس از پایان تحصیلاتش در رشته ادب و حقوق قضا به کار مشغول شد. در همین دوره بود که اندیشه نوشتن در مغز او راه یافت، اما فعالیت ادبی در نظر نوالیس تنها وسیله‌ای برای شکل دادن شخصیت خیش بود. وی عالم عینی را ساخته تخیل و تصورات ذهنی می‌پنداشت و کشف و شهود معنوی را وسیله دست یافتن به واقعیت اصلی. در نظر نوالیس رؤیا از قدرتی برخوردار بود که هر گونه حال و وضع خارجی را می‌توانست تغییر دهد. خدایی که او در جستجوی آن بود، خدایی بود که پیوسته در کنه وجود بشر جای دارد و تنها هدف عالی زندگی نزدیکتر شدن به این مرکز الهی روح است. بنابراین عشق‌های زمینی آدمیان وسیله‌ای هستند برای راه یافتن به عالم الهیت. سال 1377 خورشیدی برابر با 1998 میلادی، در گذشت دکتر مصطفی مغربی، ادیب و زبانشناس معاصر که در تهران به دنیا آمد و پس از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی وارد دانشسرای عالی شد. وی سپس همگام با تدریس به ادامه تحصیل پرداخت و موفق به اخذ دکترای زبان فارسی شد. دکتر مغربی از آن پس علاوه بر همکاری با سازمان کتابهای درسی، در تألیف و تدوین دارالمعارف فارسی فعالیت داشت و به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شد. از این ادیب معاصر آثار قلمی فراوانی بر جای مانده که ترجمه تاریخ جهان برای خردسالان، سقوط قسطنطنیه و تألیف 18 گفتار از آن جمله‌اند.